سرخط مهمترین خبرها. فاجعه در جنوب ترکیه و شمال سوریه پس از زلزله مرگبار و ویرانگر. هزاران نفر در دو کشور کشته و زخمی شدند و شمار زیاد از ساختمان‌ها نیز با خاک یکسان گردید. هم‌اکنون 9000 پرسنل در حال انجام عملیات جستجو و نجات هستند. تأکید نماینده ویژه قطر بر اجماع سیاسی فراگیر در کشور. مطلق القحطانی گفت افغانستان بدون اجماع سیاسی فراگیر به صلح و ثبات نخواهد رسید. تاثیرگذاری قطر بر طالبها هم از حوزه سیاسی، حوزه اقتصادی و امنیتی هست. و تمدید وضعیت اضطراری ملی درباره افغانستان از سوی امریکا. کابل اما گفت به جای این اقدام دارایی های مردم را آزاد کنید. دارایی مشروع مردم افغانستان را آزاد بکنند تا ما بتانیم در پروژه های انکشافی و احیای زیربناهای اقتصادی افغانستان نقش اساسی را ایفا بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من سید رضا مبارز هستم. شما را دعوت میکنم به بسته خبری این ساعت از تلویزیون تمدن. مشروع خبرها. زمین لرزه قدرتمند 7.8 ریشتری بامداد امروز جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند. در این رویداد مرگبار نزدیک به 10000 نفر در ترکیه و سوریه کشته و زخمی شدند. بر اساس آخرین آمارها در ترکیه بیش از 1500 نفر کشته و نزدیک به 6000 تن دیگر زخمی گردیدند. در سوریه نیز آمار قربانیان به صدها نفر رسیده و بیش از 2000 نفر دیگر هم مجروح گردیدند. آمار تلفات این رویداد مرگبار با گذشت هر ساعت در حال افزایش است. مرکز لرزنگاری آمریکا هشدار داده احتمال کشته شدن هزاران نفر در ترکیه و سوریه در نتیجه این زلزله سهمگین وجود دارد. ساعت 4:17 دقیقه بامداد و وقوع زمین لرزه قدرتمند در ترکیه. زمین لرزه‌ای که غرب آسیا و شرق مدیترانه را به لرزه در آورد. ولایت قهرمان ماراش ترکیه در نزدیکی مرز سوریه مرکز این زمین لرزه بوده که در عمق حدود 20 کیلومتری زمین رخ داده. رویدادی که تلفات سنگین در ترکیه و سوریه بر جا گذاشته است. ترکیه قدرت این زمین لرزه را 7.4 درجه ریشتر و اما اروپا 7.8 درجه ریشتر اعلام کرده. از اثر این زمین لرزه صدها ساختمان در بیش از 10 ولایت ترکیه فرو ریخته و تعداد زیاد زیر آوار گیر ماندند. عملیات نجات در شهرهای مختلف ادامه دارد و با گذشت هر ساعت آمار جان باختگان افزایش می‌یابد. هم‌اکنون 9000 پرسنل در حال انجام عملیات جستجو و نجات هستند و این تعداد با افرادی که از خارج به منطقه می رسند دائما در حال افزایش است. با این حال مرکز لرزنگاری آمریکا هشدار داده که احتمال کشته شدن هزاران نفر در ترکیه و سوریه در نتیجه این زلزله سهمگین وجود دارد. مقام‌ها در سوریه نیز اعلام کردند از اثر این زمین لرزه تا حالا حدود 500 نفر جان باختند و بیش از 1000 تن دیگر زخمی شدند. اغلب قربانیان ساکنان ولایات لازقیه، حلب، هما و تختوس هستند. وزارت دفاع تمامی واحدها، تشکلها و نهادهای خود در تمامی ولایتها را برای کمکهای فوری به مردمی آسیب دیده از زلزله بسیج کرده است. تا حالا بیش از 50 کشور و سازمان جهانی برای کمک به این دو کشور اعلام حمایت کرد و برخی نیروهای نجات خارجی نیز وارد این دو کشور شدند. با این حال سازمان‌های زمین شناسی از جمله مرکز لرزنگاری اروپا مدیترانه اعلام کردند که زلزله شدید با قدرت 7.5 درجه ریشتر جنوب ترکیه را لرزانده است. زمین لرزه جدید در ترکیه به حد شدید بوده که تا مسافت زیادی از مرکز زلزله از جمله در شهرهای اربیل، دهوک و بغداد در عراق، قامشلی و دمشق در سوریه و همچنان در فلسطین اشغالی حس شده است.
نماینده ویژه قطر در دیدار با امیرخان متقی گفت افغانستان بدون اجماع سیاسی فراگیر به صلح و ثبات نمی‌رسد. مطلق القحطانی تأکید کرد قطر به تلاش خود برای تسهیل شرایط دستیابی به اجماع سیاسی ادامه می‌دهد تا امنیت و ثبات در افغانستان حاکم شود. خواستای جهانی برای تشکیل اجماع سیاسی فراگیر در افغانستان در حال است که کابل همواره تأکید کرده حکومت فعلی فراگیر است. قطر، بازیگر فعال در قضایای صلح و ثبات افغانستان، کشوری که میزبان مذاکرات صلح افغانستان در دوحه بود و حالا نیز در تلاش نقش آفرینی در قضایای افغانستان است. به تازگی مطلق القحطانی، نماینده ویژه قطر در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه گفته، بدون اجماع سیاسی فراگیر صلح و ثبات دست یافتنی نیست. آگاهان امور نیز قطر را بازیگر فعال در قضایای افغانستان می دانند. فکر می کنم که قطر با توجه به این که در طول سالیان متمادی نمایندگی طالب ها در کشور بوده، با توجه به نشر گزارش فارن پالیسی، تأثیر گذاری قطر بر طالب ها هم از حوزه سیاسی، حوزه اقتصادی و امنیتی هست. لذا می تانه که روی تصمیم گیری های طالب ها نقش جدی داشته باشه، به شرط که قطر بتانه طالب ها را واقع بینانه در ارتباط به تصمیم گیری هایش در بود سیاست داخلی به راه و مسیر ختمش را ترسیم بکنه. نماینده ویژه قطر با سرپرست وزارت داخله و رئیس استخبارات نیز دیدار کرده و گفته کشورش به تلاش خود برای تسهیل شرایط دستیابی به اجماع سیاسی ادامه می دهد تا امنیت و ثبات در افغانستان برقرار گردد. قطر در حال بر تشکیل اجماع سیاسی در افغانستان تأکید کرده که کابل همواره گفته حکومت فعلی فراگیر است. آگاهان اما مؤلفه حکومت فراگیر را چنین برمی‌شمارند. مؤلفه های اساسی تشکیل یک حکومت فراگیر می تواند یک سازنامه ورجاوند از سوی همه طرف ها در رابطه با رعایت مردم افغانستان باشه. اساسی ترین مؤلفه در حکومت ها مردم داری و رعایت نقش و سهم مردم به عنوان مالکان حاکمیت در اکثر زمین است. با این حال جهان همواره گفته تا زمانی که شرایط جامعه جهانی برآورده نشود کابل را به رسمیت نمی شناسد. به تازگی همسیگار اعلام کرده آژانس توسعه بین المللی امریکا به شرکای اجرا کننده خود در افغانستان دستور داده با مقامات کابل تفاهم نامه امضا نکنند، زیرا واشنگتن کابل را به رسمیت نمی شناسد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا وضعیت اضطراری ملی درباره افغانستان را تمدید کرد. رئیس جمهور آمریکا گفته به خاطر افزایش بحران بشری و خطر فروپاشی عمیق اقتصادی وضعیت اضطراری ملی را تمدید کرده است. مسئولان درباره این تصمیم واکنش نشان داده میگویند افغانستان در وضعیت ورشکستگی اقتصادی نیست و آمریکا به جای فرافکنی ها دارایی های مردم را آزاد کند. جزئیات بیشتر در گزارش از داوود ناظری. تمدید وضعیت اضطراری ملی امریکا تا یک سال دیگر در باره افغانستان. هدف از این اقدام جلوگیری از تشدید بحران بشری و اقتصادی در افغانستان خوانده شده است. مسئولان در وزارت اقتصاد میگویند مشکلات اقتصادی به خاطر بلوکه شدن پول هاست، اما وضعیت به حد جدی نیست که آن را ورشکستگی بنامیم. معین مسلکی این وزارت گفت امریکا به جای انفرافکنی ها دارایی مشروع مردم را آزاد کند تا پروژه های انکشافی تقویت شود. تقاضای ما از ایالات متحده است که به جای فرافکنی دارایی مشروع مردم افغانستان آزاد بکنه تا ما بتانیم در پروژه های انکشافی و احیای زیربناهای اقتصادی افغانستان نقش اساسی را ایفا بکنیم. آگاهان اما میگویند این سیاست های امریکا نمادین و دارای اهداف سیاسی است. بعضی آگاهان اما میگویند مردم به شدت به کمک های بشری امریکا نیاز دارد. حالا که دست امریکا از افغانستان قطع شده است، به گونه افغانستان با رقبای امریکا داره تعامل میکنه، با چین، با مسکو، با هند، با بعضی از کشورهایی که اونا در تضاد یا در مخالفت با سیاست امریکا هستند. امریکا پس دوباره میخواهد که چطور بتانه حضور سیاسی داشته باشد، چطور بتانه یک چراغ سبز به مردم افغانستان نشان میده، در حالی که همه موارد که امریکا داره
رویش صحبت میکنه. این یک فریب بیش نیست. آمریکا خوب سیاست فریب بلد است. به صورت مجموع در شرایط کنونی من فکر میکنم که کمک ایالات متحده آمریکا به نفع مردم افغانستان و به نفع جامعه افغانستان است. طوری که اشاره کردم در یک جامعه که 30 میلیون یا بیشتر از او نفوذ از او باشه و 28 میلیون از او در حالت فقر و بیچارگی بسر ببره، من فکر میکنم که این کمک موثر است و مثبت واقع میشه. دیدگاه های متفاوت مردم در باره کمک های امریکا و تمدید وضعیت اضطرار در قبال افغانستان. در این گوشه پایتخت سید عباس میگوید به کمک ها نیاز دارد و اعضای خانوادهش محتاج یک لقمنان خشکند. اما این سوتر محمد قاسم میگوید ما هیچ نیاز به کمک های امریکا نداریم، چون کمک های امریکا بدون دخالت و هدف نیست. ضعیف است، در کمک انتظار است، من کمک کنه غریب است. خواهد قلاینا و میم در کراچه اینیم اینجا در ساد یک بجه تا پیش تابر نان نیفتیم، ما یک روپیه نگرفتیم که نان بخوریم، تن ما اینمیز خوشک شده. موگ در امریکا نه کمک نخورو، این موگ در افغانستان هم در خپل مدن و در خپل کارونه چه پا مخ بانده بوزو نو در موگ در اقده. تمدید وضعیت اضطرار ملی امریکا در حال صورت گرفته که بر اساس گزارش های سازمان های کمک کننده و نهادهای حقوق بشری سوء تغذیه در افغانستان افزایش یافته و بحران بشری تشدید شده است. صدها تن از مؤمنان و خداجویان در مراسم اعتکاف امسال در مسجد الزهرا در کابل شرکت کردند. آگاهان امور با اشاره به جایگاه اعتکاف میگویند برپایی مراسم اعتکاف بهترین فرصت برای خلوت با خداوند است. برگزار کنندگان این مراسم معنوی میگویند کمبود امکانات باعث شده است تا آنها نتوانند میزبان معتکفین بیشتر باشند. آنها خواهان کمک‌های مالی از مراجع تقلید برای برگزاری مراسم‌های آینده با ظرفیت‌ها و امکانات بیشتر هستند. سبحانك يا حنان تعاليت يا منان اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا راز و نیاز با خالق یکتا اینجا در مراسم اعتکاف فرصتی برای نیایش و گذر از خم و پیچ‌های زندگی مادی و رفتن به سوی معنویت. اینجا یکی روی سجاده نشست از ذکر میگوید و دیگری با خدای خود خلوت کرده است. شماری هم دست نیایش به درگاه رب العالمین بلند کرده و طلب مغفرت دارند. این دعا و نیایش بدون اقامه نماز، رکوع و سجده ناتکمیل است. ما با این هدف اشتراک کردیم که اعتراف فرصتی است برای تغییر و هیچگاه اینچنین فرصت برای انسان ها مخصوصا ما جوان ها فرصت مهیا نمیشه. ما در اینجا شرکت کردیم، بسیار حس حال خوبی داریم. ما هر سال شرکت میکنیم و روزی سوم که ما رخصت میشیم یک حس حال خوبی داریم، مثل که تازه متولد میشیم. در میان مناسبت های اسلامی اعتکاف جایگاه ویژه‌ای دارد. روزهای 13، 14 و 15 ماه رجب. کسی که روزهای 13، 14 در اینجا هم محور سخن روی اهمیت، جایگاه و ضرورت اعتکاف میچرخد. مراسم معنوی که پیشینه درازدامنی دارد. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله هم توجه خاصی به اعتکاف داشتند و برخی از روزهای سال را معتکف بودند. برای تو مرد معتکف، برای تو خواهر معتکفه، خداوند متعال همچو پاداش را میده. نتیجه این عمل رسیدن به خداست، رسیدن به خداست، رسیدن بر رضا و رضوان الهی. کسی که از روی ایمان و از روی باور بیاید اعتکاف بکند، لحظات را با خدا خلوت بکند و بنشیند، تمام گناهان گذشتش بخشیده می شود.
زنان و دختران هم از این قافله عقب نماندند. حدود 500 تن اینجا برای راز و نیاز با خدا صف کشیدند و شماری دیگر به خاطر نبود مکان و امکانات از این مراسم معنوی در مسجد الزهرای شهر کابل جا ماندند. مراسمی که به باور معتکفین آرامش قلبی و ثبات روحی را در پی دارد. به نظر من اعتکافی که شرکت کردیم در این دو روزی که بودم مهمی است که انسان به خدا برسه، اما آرامش درونیه که قرار است که به دست بیاره به دست بیاره. اعتکاف پلی است که انسان به خدا برسه و به خود اندیشه کنه، درون خود ما را ببینیم و تا به حال چی کار کردیم. امسال سال اول سال پنجم هست و هر سال مثلا بیشتر در یه اعتکاف را اینجور مجلس ها که من میاییم شوق علاقه بیشتر میشه. در مراسم اعتکاف امسال صدها تن از مؤمنین شرکت کردند که بخش بزرگ آن را نسل جوان تشکیل می‌دهد. می‌گویند با این هدف شرکت کردند که گامی به سوی رستگاری برداشته باشند. مراسم معنوی اعتکاف توسط شمار از مؤمنین بامیانی در این ولایت برگزار شد. مؤمنان خداجو میگویند لذت عبادت و بندگی را میتوان در مراسم معنوی اعتکاف احساس کرد. برخی هم میگویند اعتکاف یکی از راه‌های نزدیک شدن به خدای متعال است. اعتکاف مسیر به سوی عبودیت و بندگی خالق یکتا، مراسم معنوی که یکی از راه‌های نزدیک شدن به خداست. در اینجا در روستای دکانی بامیان شماری از مؤمنان خداجو مراسم معنوی اعتکاف را برگزار کرده و میگویند لذت عبودیت و بندگی خدای یکتا را میتوان در این مراسم پیدا کرد. در مسجد لذت عبادت را احساس کند، رحمت خدا را درک کند. اعتکاف نوع حج است. اعتکاف کنندگان نیز میگویند برگزاری این مراسم معنوی گامی در راستای عبودیت و بندگی خداوند متعال است. آنان تاکید میکنند این سنت پسندیده باید در جامعه گسترش یابد. ما با استفاده از این فرصت، از این فرصت پیش آمده، خواستیم هرچند گامی خیلی کوچک خیلی کوچک در راستای انبیای عظیم و شأن الهی برداریم و این سنت بسیار سازنده را در بین مردم عزیز دارالمؤمنین بامیان که اینها را مستحق میدانستیم خدمت رسیدیم که را زنده کنیم، یک مقدار نهادی نشود ان شاء الله. از اینکه مردم از راههای باطل فاصله میگیرند برای حقیقت و برای خداجویی، این برنامه های یک نوع از برنامه های شعائر الله هست. برنامه های شعائر الله بسیار مفید هست. این مراسم در بامیان در حالی برگزار می گردد که مردم متدین کشورمان در ولایات دیگر و کابل پایتخت نیز مراسم های مشابهی را برپا کردند. در ادامه می بینید آماده شدن اوکراین برای حمله تازه و همه جانبه روسیه. کیف آموزش نیروهای خود برای استفاده از تجهیزات سنگین غرب را آغاز کرد. همواره به شرکای خود میگوییم که نسبت به عدم کاربرد تسلیحات دریافتی از آنها علیه خاک روسیه پایبندیم. و آغاز ثبت وسایط بدون اسناد در بلخ. مسئولان امیدوارند از سطح جرایم جنایی و ترافیکی در این ولایت کاسته شود. در کاهش جرایم و در شناخت مالکین و متصرفین وسایط نقش بسیار ارزشمند دارد و نمود واقع میشه در همه عرصه ها.
شهرداری کابل برنامه آگاهی دهی از فرهنگ شهرنشینی را برگزار کرد. مسئولان در این برنامه گفتند محافظت از تأسیسات شهری و جلوگیری از تخریب آنها مسئولیت ملت در قبال دولت است که باید رعایت شود. همزمان با این شمار از باشندگان پایتخت نیز از بی‌توجهی های مردمی در زیبایی و تنظیف شهر شکایت دارند. شهرداری کابل هم از تلاش های شبانه روزی برای بازسازی شهر اطمینان داد. جزئیات بیشتر در این گزارش. نهادینه‌سازی فرهنگ شهرنشینی زیر سایه کمبود امکانات، مسئله‌ای که برای خیلی ها ناشناست و مردم سالهای متمادی به آن بی‌توجهی کردند. از زباله‌اندازی در جاده‌ها تا تخریب سایبان توقفگاه‌های بس و گلدان‌های شهری. موزل اجتماعی که شهرداری کابل برای جلوگیری از آن آستین بالا زده و برنامه آگاهی دهی و ترویج فرهنگ شهرنشینی را بر راه انداخته. دغه ډول غونډي د عامه پوهاوي لپاره دی، لکه څنګه چې مخکې ویلي، تر څو د خلکو ذهنیتونه خلاص شي او د خپل ښار په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړي او غیر شعوري چلند د ښار سره ونه کړي. مسئولان این اداره همچنین با بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی توسعه پایدار شهری میگویند مردم در استفاده درست از تأسیسات شهری و جلوگیری از تخریب آن مسئولیت دارند و مراعات آن حتمی است. بیاید در قسمت سرسبزی و در قسمت تنظیف هم یک همکاری درست داشته باشیم. برای تنظیف خب هر کدامتان اهالی محترم براتان معلوم است که دوله های زباله در جاهای معینشان دوج نهاده شده از طرف ناحیه های محترم و وکلای محترم در این قسمت مسئولیت دارند که اهالی خود بفهمانند که اون مساحه دوله تنظیف است. شما در کوچه، در راه، در جویچه، در سر سرک، در بین اویلیتان زباله ها را نیندازین. در همین حال باشندگان کابل و شماری از وکلای گذر نیز از بی‌توجهی مردم در تنظیف شهری شکایت دارند. در کنار این شکایت ها آنان خواستار همکاری و فراهمسازی امکانات از سوی شهرداری نیز هستند. متاسفانه در قسمت حفظ تأسیسات عامل منفع که یکی از تأسیسات عامل منفع همین ایستگاه های بس هاست که شهروندان ما متاسفانه در این قسمت اصلا توجه خاص نداشتن و حتی ما شاهد بودیم که تخریب کردن. کوی قرید که قبرستانه عمومی پنج ناحیه در غرب کابل در دامنه کوی قرید است، یک سرک از ضروریات و نیاز اشد مردم ناحیه 13 هم است که در این قبرستانه تنها اهالی ناحیه 13 هم شریک نیست. ناحیه 5 است، ناحیه 6 است، ناحیه 3 است، ناحیه 7 است. امواتشان انتقال میده در پایکوی قرید. با این حال شهرداری کابل با توجه به مشکلات مردم و انتقادات از بی‌توجهی حکومت به آنان وعده بازسازی شهر و فراهم کردن امکانات را دادند. وزیر دفاع اوکراین اعلام کرد این کشور خود را برای حمله روسیه در اواخر ماه جاری میلادی آماده می کند. او در یک نشست خبری گفت تنها بخشی از تسلیحات کمکی غرب تا آن زمان به اوکراین خواهد رسید، اما از آن تسلیحات برای حمله به خاک روسیه استفاده نخواهد شد. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته نیروهای نظامی این کشور در جبهه های شرقی در جنگ بی امان با روسیه درگیرند. 18 روز تا 24 فوریه تاریخ حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین. نیروهای اوکراینی در یک سالگی این جنگ آماده مقابله به حمله جدید روسیه هستند. در آستانه یک سالگی این جنگ غرب تسلیحات سنگین از جمله موشک دوربرد و تانک‌های پیشرفته به کیف وعده سپرده که قرار است بخش آن در روزهای پیشرو به این کشور تحویل داده شود. وزیر دفاع اوکراین که به زودی پست خود را ترک می کند در یک نشست خبری گفت این کشور خود را برای حمله روسیه در اواخر ماه فوریه آماده می کند. همواره به شرکای خود می گوییم که نسبت به عدم کاربرد تسلیحات دریافتی از آنها علیه خاک روسیه پایبندیم و از این تسلیحات صرفاً علیه یگانهای روسی در اراضی موقتاً اشغال شده اوکراین استفاده خواهیم کرد.
معاون شورای امنیت ملی روسیه در واکنش به ارسال تسلحات دوربرد غرب به اوکراین هشدار داده، در صورت حمله به خاک روسیه به شمول شبه جزیره کریمه، مسکو برای دفاع از ارنو سرا به شمول سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد. با این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شب گذشته اعلام کرد نیروهای مسلح اوکراین هم‌اکنون با مشکلات زیادی در جبهه‌های نبرد در دونباس روبرو هستند. وضع منطقه دونباس بسیار مشکل شده است و نبردهای سنگینی در این منطقه در جریان است، اما اوکراین چاره‌ای به جز ادامه جنگ و پیروزی ندارد. با این حال یک مقام ارشد امنیتی اوکراین از آماده سازی ارتش روسیه برای تشدید حداکثری جنگ طی چند هفته آینده خبر داد، جنگی که برای دو طرف حیاتی خواهد بود. در یک اقدام تازه مدیریت عمومی ترافیک ولایت بلخ اعلام کرد روند ثبت موترهای بدون اسناد در این ولایت آغاز شده است. بر اساس این روند قرار است که پس از ثبت برای موترهای یک کلید که دست افغانستان باشد اسناد نیز توزیع می شود. پلیس ترافیک بلخ همچنان می گوید این طرح می تواند به کاهش جرایم جنایی به ویژه جرایم ترافیکی مؤثر واقع شود. روند ثبت وسایط نقلیه اینجا در مدیریت ترافیک ولایت بلخ. این اقدام به هدف آمارگیری از مجموعه وسایط در این ولایت روی دست گرفته شده و از سوی یک مؤسسه به شکل آنلاین مشخصات موتر و صاحب آن ثبت سیستم می شود. وسایط ارادجاتی که در تمام افغانستان گشت گذار میکنن یک ارقام از این مشخص شده و چی تعداد وسایط نقلیه در تمام افغانستان موجود است و پلان بعدی است که هر اراده به اسم یک نفر باید ثبت و راجستر شد و بایومتریک میشه مالک اراده. برویت اسناد دست داشتهشان که عبارت از تذکریه اصلی، سند خرید موترشان، جواز سیر موترشان و بعضی اسنادهای دیگه است که با خود باید داشته باشن و اراده‌جات به نامشان ثبت میشه و راجستر. مدیریت ترافیک ولایت بلخ می گوید پس از ثبت وسایط برای موترهای یک کلید که دست افغانستان باشد اسناد نیز توزیع خواهد شد. شاید داده دی او کلی موتر چی کم دی در دوگو در کنترول در پارا مجدونی پلیتون ورکو امارت اسلامی دوی تشپر میاشتی وقت ورکده و نووست یا وقتم پر آنسی دو سر ختم سوید تقریبا لر وقت پاتا دی مدغه یو کلی موتران ته موږ په لټونو ورکو چې دا کنټرول سي شاد یو کلی موتور څخه دی خدا کو ولل الحمد ډیر خلک راغلي دي د خپل موتران سره چې دی هغه نیوی کړی دي. بر اساس گزارش ها هم اکنون در بلخ بسیاری از موترها فاقد اسناد لازمند که هر از گاهی باعث بروز جرایم می شوند. کی در کاهش جرایم و در شناخت مالکین و متصرفین وسایط نقش بسیار ارزشمند داره و مومد واقع میشه در همه عرصه ها. اگر ما در ضرورت شوه یک نفر که متصرف یا مالک وراده هست، در صورت آنن او را میتونیم که از طریق شرکت ریدستار ای را پیدا بکنیم. بسیاری از صاحبان موتر نیز از این پروسه استقبال کردند و میگویند موترهایشان را ثبت خواهند کرد. موتر خود اسناد بکنم، پلیت بگیرم، چون فایدهش هم برای ما است، هم برای حکومت، هم برای مردم. همین موتری که قبلا به خاطر بعضی جرم و جنایت و اینا استفاده میشد، از اینا کلا با این کار که روند که پیش میبرن کلا استفاده خوب میشه. حالا فعلا دوباره موتر وقت ثبت شه، کارها کلا کارهای جنایی از بین میره، که یک روند بسیار خوب و یک پروسه بسیار شفاف است که همه مردم از این راضی هستند. گفتنی است که ثبت آنلاین وسایط در ولایت‌های همجوار بلخ نیز جریان دارد و ریاست عمومی ترافیک هدف این کار را مشخص ساختن مجموعه وسایط نقلیه در افغانستان عنوان کرده است. و حالا پیش‌بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل نیمه ابری 6 منفی 4، بامیان نیمه ابری 0 منفی 9، جلال آباد آفتابی 19 5، غزنی آفتابی 2 منفی 7، قندهار نیمه ابری 19 7. قندوز نیمه ابری 17 3، لشکرگاه نیمه ابری 20 7، مزار شریف نیمه ابری 17 7، نینی نیمه ابری 4 منفی 3، هرات نیمه ابری 19 7.
اسلام آباد آفتابی 21-8، تهران بارانی 10-2، دبی آفتابی 28-20، دهلی آفتابی 24-11 و مکان مبری 29-15. در اخیر نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. فاجعه در جنوب ترکیه و شمال سوریه پس از زلزله مرگبار و ویرانگر. هزاران نفر در دو کشور کشته و زخمی شدند و شمار زیاد از ساختمان ها نیز با خاک یکسان گردید. هم‌اکنون 9000 پرسنل در حال انجام عملیات جستجو و نجات هستند. تأکید نماینده ویژه قطر بر اجماع سیاسی فراگیر در کشور. مطلق القحطانی گفت افغانستان بدون اجماع سیاسی فراگیر به صلح و ثبات نخواهد رسید. تاثیرگذاری قطر بر طالبها هم از حوزه سیاسی، حوزه اقتصادی و امنیتی است. و تمدید وضعیت اضطراری ملی درباره افغانستان از سوی امریکا. کابل اما گفت به جای این اقدام دارایی های مردم را آزاد کنید. دارایی مشروع مردم افغانستان را آزاد بکنند تا ما بتانیم در پروژه های انکشافی و احیای زیربناهای اقتصادی افغانستان نقش اساسی را ایفا بکنیم. به پایان بسای خبرین ساعت رسیدیم. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما خوبان. شب خوش. خدا نگهدار.